سلام بچه ها چطورین؟ امیدوارم هر جا هستین سلامت باشین رسیدیم به یه تابتن دیگه خیلی وقت به تابتن نذاشته بودیم تو این چند وقت درباره الن و کانتنت های مرتبطش خیلی گذاشته بودیم ویدیو البته این تابتن هم درباره باره ولی خب خوبیش اینه که بعد از مدت ها برگشتیم سراغ تابتن این اپیزود در مورد سختترین ترین های بازیه من سعی کردم توی این ویدیو علاوه بر با باس فایت هایی که توی لگسی دانجن ها شما سراغشون میرین برم سراغ باس فایت هایی که حتی اصطلاحا بهشون این باس فایت های فیلد یا باس هایی که در طول بازیتون توی قسمت اوپن ورد بازی میزنید با من همراه باشین تو این اپیزود ببینیم که کدوم باس سخت ترین باس بازی الدن خیلی خب دهمین ده انتخاب من باس که قبل از اینکه بازی پچ بشه یکی از سخت ترین ها بود ولی در حال حاضر به نظرم توی حداقل 10 تا باس فایت سخت حداقل رده آخر رو اختصاص داده به خودش رادان استارسکر رادان یکی از باس فایت های پرایم یا باس فایت اصلی شماست که یکی از گریت رونا رو در اختیار داره باس که داستان فوقلادهی پشت سرش داره و به خاطر اتفاقی که براش مالنیا در واقع ایجاد کرده بوده تبدیل به یک موجود دیوانه شده و داره توی صحرای کیلی داره همینطوری حرکت میکنه و موجودات دیگر رو میخوره و اونا رو دور میندازه یه داستان خیلی عجیب و غریبی داره و خب اون ارتباط رادان با اسب خودش و از اون طرف داستانی که مرتبط میشه با فتح ستارگان و قدرت رادان برای اینکه بتونه در واقع خودش رو تقریبا به جاذبه زمین در برتری پیدا بکنه یه داستان کلا عجیب و غریبی پشت رادانه در کنار اون چیزی که باسفایت رادان رو متفاوت میکنه سامن ساین هایی هستن که توی باسفایت قرار دارن فوقلادن باسفایت رو بسیار حماسی میکنن و باعث میشه که اون آدرنالین در شما تقویت بشه و به شدت در واقع هیجان زده بشید باس فایتیه که بعد از اینکه تقریبا نصف جونش تقریبا دو سوم جونش رو بزنید یه دفعه وارد فاز دوم میشه و از آسمون یه هم میاد پایین و یه دفعه فایت وارد یک جریان جدیدی میشه واقعا باس فایت العاده ایه دلیل اینکه من به عنوان یک باس سخت قرارش دادم به خاطر اینه که خب حالا علاوه بر اینکه واقعا باس سختیه دمیج های AOE یا دمیج که باعث میشه که شعاع زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار بده و بخواد ضربه بزنه و بقیه به ببره شعاع زیادی رو شامل میشه دمیج ای او ایش فوق العاده زیاده و قویه و از این جهت راحت نمیشه بهش نزدیک بشید و هر چقدر این باس به اواخر خودش نزدیک میشه حرکات مجنون تری انجام میده و یه مقداری نزدیک شدن بهش سختتر میشه به همین دلیل رادان انتخاب دهم ده منه بریم ببینیم که انتخاب نهممون چیه گادفری یکی از باسایی که قبل از این که اصلا بخواین باش روبرو رو بشید بارها و بارها ازش میشنوید و تصاویرش رو میبینید با خودتون بعضی وقتا حتی ممکنه بگید که خب این کیه که انقدر در صحبت میشه و وقتی که داستانش رو میفهمید میبینید که عجب نقش مهمی در طول داستان Elden Ring داره گادفری یا همون هورالو که توی حالا فیز دومش بیشتر بهش میرسیم یکی از در واقع بازفایت بسیار بسیار خفن و درجه یکیه که در واقع میازه که و تیمش دیزاین کردن این باس هم مثل خیلی از باس های دیگه دو تا فیز داره فیز اولش به کمک در واقع اون تبر خودش با شما مبارزه میکنه و قدرت بدنی فوق زیادش وقتی که با پاش اسلم میکنه میزنه زمین کل محیط فایت رو در بر میگیره باید پرش بزنید واسه اینکه اون دمیج رو بهتون نخوره و اصلا کلا فایت فایت راحتی اصلا نیست و وقتی که در واقع وارد فیز دو میشه بیشتر به جایی که مخاطب احساس آرامش بیشتر بکنه احساس سختی بیشتر میکنه به واسطه اینکه که درسته که گادفری سلاحش رو کنار میذاره و فقط با دستاش با مبارزه میکنه ولی همین یه حس استرس العاده زیادی رو بهتون منتقل میکنه و احساس میکنید که یا خدا الان میخواد دیگه چیکار بکنه و یکی از حرکات سیگنشرشه که مثل این کشتی کشکار بلندتون میکنه بعد سیگنچر موو میذاره تو زمین اصلا باس عجیب و غریبی مشابهش رو تو کارهای میازاکی من ندیدم که باسی بخواد اینطوری بخواد باهاتون مبارزه بکنه یعنی فیز اولش کاملا با سلاح باشه فیز دومش اصلا سلاح و کنار بذاره بسیار فوق العاده است و البته از اون گاسایی یکی به خاطر اینکه ترم اواخر بازی سراغش میرید میزان دمیجی که بهتون میزنه به شکل غیر قابل کنترلی بالاه واسه همین خیلی خیلی باید مراقبش باشید چون یکی دو تا اشتباه بخواید انجام بدید رسما کارتون رو میسازه خیلی خب باس فایت بعدی که توی لیست من قرار میگیره و البته جای بهتر از هشتم نصیبش نمیشه ملیکسه، ملکس تو خیلی از لیست من دیده بودم جز باس فایت خیلی سخت طبقه بندیش کرده بودن به نظر من باس سخت توی بازی وجود دارن و ملکس دلیل نمیشه که البته بگیم ملیکس باس فایت سختی نیست یکی از چیزهایی که در واقع این باس فایت رو متمایز میکنه از بقیه مدل دمیجایی که به شما میزنه به خاطر اینکه حالا توی فیز اول که بیس کلرژیمنه که خیلی ساده تر با مرزه میکنه ولی فیز دوم که خیلی بلاد بورنی میشه باس فایت در واقع مدل هایی از دمجی رو میزنه که مشابهش رو ندارید تقریبا توی باس فایت های دیگه هایی میزنه که کاراکترتون حتی وقتی که از با تو کاری نداره هم از داخل دمیج میزنه بهتون یعنی شروع میکنن جونتون تون تون کم شدن و البته بعضی از دمجایی که میزنه ماکسیموم جون شما رو برای مدت محدودی کم میکنه و بلاک میکنه هلتتون یک مقداری سر همین باعث میشه که از اون طرف خب میدونید ملکه از که خیلی سریعه و اصلا یک نقطه متمرکز نمیشه به عکس خیلی دیگه از باسفایت های وزیم مثل مثلا موگلورد و بلاد و اینا سر همین باعث میشه که یه مقداری کنترل کردن این باز سخت باشه از طرفی یک نمیج خاصی داره که سه تا شاک ویو میزنه و بعد میاد سمتتون و شروع میکنه شاک ویواش رو بیشتر میکنه نزدیکتون دیگه ضربه میزنه و جز دمیجه که واقعا کنترل کردنش سخته و باید خیلی حواستون باشه چون اگه اولی یا دو وای بهتون بخوره احتمال که آخری هم بهتون بخوره خیلی زیاده و قطعا مطمئن باشین که همون لحظه وارد دیار حق تعالی میشید سر همین مالکیت من از جزو بازفایت های بسیار بسیار مشکل به حساب میاد البته بازم تاکید میکنم که بازفایت های خیلی خیلی سختری توی بازی وجود دارن که امیدوارم شما با هم موافق باشین پس ادامه لیست رو از دست ندید خب بازفایت بعدی که قرار سراغش بریم اسمش هست استل natural بورن آف دا وید بازفایتی که ازش دوتا ورژن وجود داره یکی توی راه رسیدن به رانی و یکی هم توی دانجنی مخفی شده واقعا مبارزه کردن با این باس فایت اعصاب میخواد یه جوری شبیه یه دونه اغربه با این تفاوت که میتونه تلپورت بکنه و از اون طرف یه سری شهاب سنگ روی سرتون خراب بکنه دو سه تا دمیجاش میتونه شما رو حتی وانشات بکنه یه دمیج گراب داره که وقتی بگیرتتون به راحتی میتونه شما رو وانشات بکنه و اذیتتون بکنه به واقع باس نیستش که بخواید خیلی راحت از پسش بر بیاید نزدیکش میشید یه جوری بعد وقتی داره باهاش بخواید رنج بازی بکنید یه جور دیگه بعد وقتی داره ولی از اون دسته از باس هایی که برای کسایی که رنج بازی میکنن یا مثلا مجیک میخوان بزنن یا مثلا کار اینطوری بخوان انجام بدن بازفایت به مراتب اوکی تریه و مبارزه باهاش به مراتب راحت تره. ولی باز با این حال دلیل نمیشه که این باس توی لیست 10 تای ما قرار نگیره میبینید بالاتر از خیلی از باسایی که خیلی اسم و رسم دارتر هستن همه قرارش دادم اواخر بازی که دارید میرسید مواجه میشید با یه باس که ترکیبی از یک در واقع موجود لاغر و یک موجود چاقه که همون اول وقتی میبینیدشون یاد اورنشتاین و اسماگ میفتید یه جورایی غیر مستقیم میازکی ایسترک زده به این دو, دو قلوی دوست داشتنی باز که در رو میخوام صحبت بکنم گاتسکین دوو هستش که ترکیبی از گاتسکین اپاستل و گاتسکین نوبله قبل از اینکه شما بخواید وارد منطقه کرامبلینگ فارم آزولا بشید با ورژن های دیگه ای از این دوتا باز فایت مواجه شدید هم نابلشون رو زدید هم اپاستلشون رو زدید ولی مبارزه با این دوتا به صورت همزمان واقعا کار مشکلیه و میتونه به راحتی شما رو در واقع اذیت بکنه و یه مبارزه فرسایشی براتون ایجاد بکنه سر همین خیلی باید آماده باشید قبل از اینکه باس رو بخواید شروع بکنید ممکنه ساین در واقع برنال رو ببینید بسته به اینکه کوستش رو انجام داده باشید یا نه ولی در کل دلیل نمیشه که حتی شما حتی میمیکتیرتون رو هم ببرید یا اصلا کلا سوای میمیکتیر یه سامن با خودتون ببرید باز هم باز فایت سخت براتون باقی خواهد موند از جمله چیزایی که در واقع میشه گفت سخته اینه که هر کدوم از این دو چه نابل و چه اپاستل هر کدومشون فیز دوم دارن یکیشون گردنش درازتر میشه و شروع میکنه مبارزه کردن باهاتون یکیشون در واقع شکل یک قلتک میشه و شروع میکنه همینطور قلت میخوره و شروع میکنه با هاتون مبارزه کردن و اذیتتون میکنه به معنای واقعی کلمه علاوه بر همه اینها هوش مصنوعی این دو تا جوری طراحی شده که به محض اینکه میبینن شما دارید در واقع پوشن میزنید و میخواید خودتون رو هیل بکنید به سمتتون بلک ماجیک میزنن و نمیذارن هیل درست و درمون انجام بدید سر همین میگم باس فایتیه که خیلی خیلی راحت میتونه ازیتون بکنه از طرفی هر کدوم از این دو تا باس فایت رو بزنید با توجه به اینکه نوار جون باس فایت بسیار بسیار زیاده دوباره اسپان میشن و دوباره هی این روند ادامه پیدا میکنه تا وقتی که اون نوار پایین جون دوتاشون بالاخره به اتمام برسه و این باسفایت به پایان برسه بازفایت نیستش که آپشنال باشه برای رسیدن به پایان بازی باید این دوتا رو حتما حتما بزنید پس در نتیجه کسایی که بازی رو تموم کردن یا رسیدن به این دوتا باز میدونن که از چه درجه سختی داریم صحبت میکنیم خیلی خب این یکی باز هم که میخوام ازش صحبت کنم دو تا ورژن داره اگرشه ورژن دومش ورژن بسیار بسیار سخت تری کامندر نیال یکی از باز که واقعا میتونه تبدیل به سرطان بشه واسه اون. برای رسیدن به سرزمین هلکتری باید از این باز فایت عبور بکنید درسته باز فایت آپشنالیه ولی با تعجب این که توی یک مسیری قرار داره که به تنهایی خود مسیر مسیر سختیه میتونه خودش نقش یک سرطان رو واسه ایفا بکنه این باسفایت تنها نیست همون اول دو تا سامن داره و سامناش خودشون نرخش مینی باسفای سر همین توصیه میکنم که با خودتون آیتم بیچینگ برانچ ببرید به خاطر اینکه میتونید با این آیتم بزنید و این دوتا سامن به نفع شما مبارزه بکنن و کاماندر نیال رو یه مقداری گوشمالی بدن اما انقدر نیال قوی هست که حتی این دوتا رو بتونه وانشات بکنه و بعد بیاد سراغ خود شما چیزایی که باعث میشه که نیال انقدر قوی باشه یکی دمیج های یا همون شعاع دمجش بسیار بسیار زیاده که دمیج فراست میزنه بهتون و اگر تو اون شعاع قرار بگیرید کارکترتون استان میشه و گیر میکنه و یه جورایی نمیتونه به راحتی خارج بشه و در کنار اون خط فراستش پر میشه و یه دمیج اضافه تر میخوره علاوه بر این کامندر نیال یکی از پاهاش قابلیت این رو داره که دمیج لایتنینگ یا الکتریسیته بهتون بزنه خودش باسفایتیه که در عین همه این موارد یه نیزه داره که خود اون نیزه به تنهایی شعاعش بسیار زیاد هست و در کل میتونم بگم با توجه این که محیط باسفایت محیط بسیار کوچیکیه به نسبت شعایی که این باسفایت توش دمج میزنه در نتیجه میتونه برای شما بسیار بسیار مشکل باشه شدیدا توصیه میکنم برای اینکه این, این باس فایت رو بزنید حتما به ویچینگ برانچتون رو استفاده بکنید روی دوتا سامنش و بعد هر چه زودتر از سامن خودتون استفاده بکنید و توی مبارزه دست تنها نباشید چون مطمئن باشید نیال به راحتی از شما نمیگذره و ولتون نمیکنه برسیم به یه باسفایت آپشنال دیگه که اون هم از غذا توی سرزمین کرامبلینگ فارم آزولا قرار داره جزو باس های خیلی خیلی مخفیه که رسیدن بهش به این راحتی ها نیست و ممکنه خیلی راحت در واقع نبینیدش حتی این باس چیزی نیست جز درگن لورد پلاسیدو ساکس باس که در واقع یک درگن یا یک اجده هایی که قرار بوده چهار سر داشته باشه ولی ما دو تا سرش رو میبینیم دو تا از سرش قطع شده باس خیلی عجیبیه به خاطر اینکه انواع و اقسام ها رو میتونه به شما بزنه هر جوری که فکر کنید این باس فایت میتونه اذیتتون بکنه از های فیزیکال گرفته تا های اصطلاحا الیمنتال یعنی همه جوره میتونه به شما دمیج بزنه و میزان قدرت دمیجاش بسیار زیاده به خصوص وقتی که توی یک دهم ده آخره نوار هلسش باشید یه دفعه یک جرزنی میکنه و در واقع یک دمیج خیلی خیلی عجیب و می میزنه که به راحتی میتونه شما رو حتی با ولای های خیلی خیلی بالا وان شات بکنه به همین دلیل باید از این باسفایت اسم ببریم محیط این باسفایت محیط بسیار بسیار بزرگیه و سر همین شوهای حرکتی شما خیلی زیاده اما از اون طرف خود پلاسیدو ساکس باسفایتیه که علا رقم اینکه یه مقداری ایستاست ولی به یک بار رو بهتون میزنه سر همین فکر میکنید اوایل که دارید با یه باسفایت خیلی اوکی مبارزه میکنید اما به محض اینکه وارد فیز دوم دو و فیز سومش بشه تازه میفهمید که با چه کابوسی دارید دست و پنجه نرم میکنید این باسفایت توی فیز دومش دو میتونه تلپورت بکنه و خودش رو جابجا بکنه توی محیط در واقع باسی که دارید باش مبارزه میکنید سر همین اذیت کنند است یعنی ممکنه حتی 10 بار 12 بار به راحتی بمیرید سر همین به شدت توصیه میکنم که سامن با خودتون ببرید و حتما حتما با لول خیلی بالا و پوشن های زیادی برید سراغش چون مطمئن باشید مطمئن باشید انقدر قرار از این پای دمش بخورید که حالا حالا ها باش درگی خواهید بود خب یکی از باسفایت هایی که اون هم به صورت آپشنال باید وارد منطقهش بشید و پیداش بکنید موگ لورد آف بلاد موگ از این جهت توی لیست من جزء بالاترین ها قرار گرفته به خاطر اینکه خیلی از کسایی که دارن بازی رو انجام میدن موقعی که اولین بار بهش میرسن نمیدونن که این باس فایت چی کار قرار بکنه چرا اینو حال این حالا دارم میگم؟ به خاطر اینکه این باس به محصه که وارد فیز دومش میشه که تقریبا از یک سوم آخر جونش دوباره شروع میشه شروع میکنه سه تا دمیج بلاد رو تو میزنه هر کدوم از این ها باعث میشه که جون این بازفایت پر و پرتر بشه و از اون طرف بلادلاساش جوریه که اجازه هیل کردن رو تقریبا ازتون میگیره استانتون میکنه و شانس کشته شدنتون رو بسیار بسیار زیاد میکنه اگر اولین بار باشه که بدون هیچ ایده ای بخواید وارد بازفایت بشید و بخواید مداوم باهاش مبارزه بکنید این روند میشه یک روند فرسایشی و شما رو اذیت میکنه در حالی که سازنده ها توی منطقه آلتوس پلاتو واسه شما یه دونه پوشن میکس فیزیکی تعبیه کردن که شما باید بدون پوشن میکس فیزیک رو پیدا بکنید برش دارید و اون پوشن خاص برای مبارزه با لورد بلاده به همین دلیل وقتی که این باس وارد فیز دو خودش میشه شما وقتی که پوشن میکس فیزیکتون رو استفاده بکنید اون وقت میبینید که یک نوار قرمز رنگی در واقع یک دایره قرمز رنگی روی بدن شما ایجاد میشه که این ستا بلاد لاس باعث میشه که اون دایره دور شما شروع کنه آروم آروم شکسته شدن و وقتی که این ستا بلاد رو بزنه کاراکتر شما دیگه نه استان میشه نه قرار اونقدر براش مشکلی پیش بیاد و سر همین موقعی که این باس درگیر شروع فیز دومشه دو شما میتونید بهش بی نهایت دمیج بزنید و حتی به راحتی از بین ببریدش علاوه بر این موگ میتونه با دمیج های که به شما میزنه به صورت ساده یعنی هم دمج آتیش به شما میزنه و هم دمج بلاد به شما میزنه میتونه اذیتتون بکنه توی فیز دومش موک پرواز میکنه و به راحتی میتونه توی محیط جابجا جا بشه فیز اولش خیلی فیز ایستاتریه اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم اونم سلاح این باس که باعث میشه نزدیک شدن بهش مقدار سخت باشه حتی موگ وقتی پشتش هم قرار بگیرید میتونه اذیتتون بکنه به واسطه یک مدل دمج خاصی که دستش رو بالا میبره و خون روی سر خودش میریزه و حتی اون خون چون پشت سر خودش هم میریزه میتونه شما رو تو فاصله نزدیک خط بلادلاستتون رو پر کنه و در نهایت بلادلاستتون بکنه. مورزه کردن با این باس به هیچ عنوان راحت نیست. دوتا ورژن هم داره. یه ورژن در واقع توی کپیتال زیر زمین و یک ورژن اصلیش که لورد آف بلادش باشه که توی موگوین پلس باهاش رو برو این باسفایت سومین باس, فایت باس فایت سخت به نظر من توی بازی الدن رینگ خب بریم سراغ باس فایت در واقع یکی مونده با آخر که در واقع باس فایت دومه ما میشه Uh, به نظر من uh, یکی از بهترین کارهایی که تیم فرام سافتور انجام داد سخت طراحی کردن باس آخره تقریبا تقریبا توی هیچ کدوم از بازی میازاکی میگم تقریبا uh, باس فایت آخر جز باس فایت سخت قرار نمیگیره و همین موضوع باعث میشه که زمانی که شما مبارزه میکنید با باس های آخر احساس نمیکنید که دارید یک باس آخری رو میجنگ باهاش مبارزه میکنید یادتون بیاد دارسوز یک مبارزه با گوین باس فایت دارسوز سه مبارزه با در واقع سول آف سیندر هیچ کدوم اینا باس های لزوما سختی نیستن حتی مون اسنس به نظر من باس سختی نیستش توی بلاد وقتی که باش مبارزه میکنید هر کدوم این باس فایت ها در واقع یه جورایی میتونم بگم علی این که اینکه بسیار زیبا هستن اما شما رو به عنوان یک باس فایت آخر به چالش نمیکشن اما ردگان و در نهایت الدن بیست به قدری شما رو اذیت میکنن در طول در واقع مبارزه که واقعا مبارزه باهاشون فرسایشی میشه ردگان به با عنوان باسی که چسبیده به الدن, الدن بیست میتونه با سرعت خودش با قدرتی که در واقع به خرج میده و از اون طرف تنوع زیاد حرکتاش یا موفست های متنوعی که داره میتونه واقعا تبدیل به یک کابوس و یه سرطان بشه واسطون و مبارزه باهاش به شدت مبارزه فرسایشی بشه قبلا این باسفایت گیلیچی داشت که میتونستید با استفاده از اون گلیش راحت حداقل دقل خود ردگان رو شکست بدید اما الان اون گلیش هم فیکس شده و دیگه ردگان به قدرت اصلی خودش و پتانسیل اصلی خودش رسیده علاوه بر این وقتی که شما ردگان رو شکست میدید تازه مواجه میشید با الدن بیست که اون هم باسفایت بسیار سختی به واسطه اینکه دمیج های ای اوی بسیار بسیار بدی داره یکی از دمیج در واقع به این شکله که در واقع یه اینکانتیشن خاصی استفاده میکنه که ستاره ها دنبالتون میفتن و بخواید نخواید دمیجاش بهتون میخوره و ازش نمیتونید فرق کنید به خاطر اینکه در کنارتون قرار دارن و دارن بهتون دمج میزنن. علاوه بر این با سلاح خودش الدن بیست میتونه شاکفیب های خیلی سنگین بهتون بزنه که هر کدوم اینا میتونه حداقل نصف نوار جونتون رو ازتون بگیره الدن بیست قابلیت حتی یه سری دمیج هایی که استل روی شما میزد رو داره و میتونه باز هم به شما دمیج بزنه یه جوره میشه گفت ترکیب خیلی از دمیج تایپ هاییه که قبلا باهاشون روبرو شدید سر همین الدن بیست بسیار, بسیار بسیار باسه چالش برانگیزی که میگم در کنار ردگان به خاطر اینکه توی یه پکیج قرار میگیرن تبدیل میشن به یکی از سخت ترین ها که واقعا خبر خوبیه برای کسایی که دارن Elden Ring بازی میکنن و کلا طرفدار بازی سوز لایکن در این حد بهتون بگم بازی در واقع این باس سخته که هر موقع شما ساینتون رو روی زمین بذارید پشت در باس به دو ثانیه نمیکشه که سامن ساین شما جواب داده میشه و همه دوست که در واقع بیان یکی کمکشون بکنه برای این باس رو بزن واقعا باسه سختیه و جایگاه دوم واقعا لایق این باس خب رسیدیم به بخش honorable mentions جایی که ما اسم میبریم از کاندیده هایی که میتونستن تو این ده تا در واقع 10 ما قرار بگیرن ولی خب به هر شکل قرار نگرفتن Uh, یکی از باسایی که من uh, در واقع اینجا uh, یادداشت کردم که بهتون بگم باسفایت مورگوته uh, که به عنوان یکی از برر ها یا یکی از پرایم باس ها باهاش مو... باید مواجه بشید uh, قبل از اینکه به مورگوت برسید uh, با یک ورژنی ازش به اسم مارگیت مواجه میشید باسفایتیه که یه جورایی شما رو آماده میکنه واسه ورود به دنیای الدن رینگ اما چیزی که واقعا مهمه اینه که بدونید مارگیت و مورگوت از لحاظ مبارزه تفاوت خیلی خیلی فاحشی با هم دیگه دارن و اگر فکر کردید که مورگوت رو مشابه مارگیت قرار باش مبارزه بکنید با سخت در اشتباهید دمش های پای بسیار عجیب و غریبی میزنه و میتونه خیلی راحت شما رو گیر بندازه توی گوشه های در واقع فایت با تحجیب اینکه محیط باس محیط به نسبت بزرگیه ولی چون سرعت حرکت مورگوت زیاده به راحتی میتونه شما رو اذیت کنه در کنار این باس فایت میشه به بلک بلید کیندرد اشاره کرد یکی از باسایی که به صورت باس فیلد قرار داره دقت بکنید من تقریبا هر باسی که تا الان گفتم باس لگسی دانجن ولی بلک بلید کیندرد بسیار بسیار, بسیار باس مشکلیه به خصوص که اگر ندونید باهاش چه جوری مبارزه بکنید میتونه اذیتتون بکنه میتونه راحت رات دمیج بهتون بزنه و دمیجاش برای کسی که مثلا لولش زیر 100 110 باشه میتونه به راحتی کشنده باشه در کنار اینها به نظر من مشکل ترین باس فایت فیلد باس بازی قرار داره که اون هم کسی نیست جز کروسیبل نایت که علا رقم جسته به نسبت کوچیکی که داره بسیار بسیار باسه مشکلی میتونه باشه میتونم بگم کروسیبل نایت یکی جورهایی مشابه با کروسیبل توی دارک سولز دارسوزه دو قبلا ما یک کروسیبل داشتیم که اون هم باسی بودش که جای جای بازی دارسوزه دو حضور داشت و توی اوکیژن مختلف بهتون حمله میکرد کروسیبل نایت ها بهتره بگیم باسفایت فایت که هر کدومشون قلق خاص خودشون رو دارن و واقعا میتونن توی هر لحظه بازی میتونن اذیتتون بکنن به خصوص اگر اوایل بازی برید سراغ اورجلی که uh, توش یکی از کروسیبل نایت ها قرار داره و مطمئن باشید حداقل یه دو ساعت توی اون باس فایت uh, سرتون گرمه از همون اول که این ویدیو شروع شد مطمئنا میدونستید که سخت در این باس و زیو قرار انتخاب بکنیم کسی نبوده جز مالنیا بلید آف میکلا مالنیا واقعا باس فایت مشکلیه مشکل از این جهت که خودش به تنهایی باس سختی نیست چیزی که باعث میشه که این باس فایت متفاوت بشه با دیگر ساخته های میازاکی حرکت لایف استیل یا در واقع دزدی جونه که با هر ضربه که به شما میزنه جون خودش به همون میزان پر میشه سر همین یه جوری باید گفتش که تا میتونید باید میزان دمش خوردنتون رو کنترل بکنید چون تمام زحمات شما با استفاده از دمش خوردنتون میتونه برباد بره به سختی بهش دمج میزنید به راحتی میتونید ازش دمش بخورید در کنار این یکی دیگه از کارهایی که تبدیل به سرطان شده واسه بازیکن ها حرکت دنس مالنیا که در واقع وپن آرتش رو استفاده میکنه سه تا حرکت سریع میزنه و به میتونه شما رو اگر گیر بندازه به شما رو بکشه و با تجربه اینکه سرعت دمیجی که داره میزنه خیلی زیاده اگر هم زنده بمونید بر حسب اتفاق در واقع میبینید که جونش به شکل وحشتناکی پر شده جز باسایی که به واسطه یه اینکه به هر کسی فرق نمیکنه چه به شما و چه به سامن شما دمج بزنه هلتش پر میشه جزء باسه ای که حتی اگر باهاش تنها مبارزه بکنید چیزی رو از دست نمیدید با تجربه اینکه سامن شما یک ای آی و براش تعریف شده که باید بره باس رو بزنه و باس هم خب بهش به راحتی دمج میده و خب جون خودش رو پر میکنه اینجاست که وجود یک بیلد خیلی خوب بیلی که بتونه از پس این باس بر بیاد میتونه بهتون به شدت کمک بکنه ویدیو واسه ساختیم توی واکترو در صحبت کردیم که چه شکلی میشه با این باسفایت مبارزه کرد اگر رنج بخواید باش مبارزه بکنید بسیار کارتون راحته اما اگر بخواید از نزدیک باش مبارزه بکنید واقعا کارتون سخته از طرفی توی فیز دوم این باس کاملا فرمتش عوض میشه و یک گلی پشت سرش در میاد که به اون گل میتونه دمجه ای, او ای بسیار عجیب و غریبی بهتون بزنه که بتونه راتتون بکنه علاوه بر همه این موارد یه حرکتی داره که تقریبا وانشاتتون میکنه اونم این که میگیرتتون پرتتون میکنه بالا و شمشیرشو میکنه تو بدنتون و این حرکت تقریبا تقریبا شما رو میتونه وانشات بکنه البته اگر سامنی داشته باشید سامنتون رو نمیتونه سرش چنین بلایی رو بیاره در هر صورت مالنیا با اختلاف سختترین باس بازیه که فکر کنم شما هم با هم موافق باشید اینا از این از لیست تاپ تن سختترین باس های بازی اگر شما هم لیستی دارید خوشحال میشم تو کامنت ها بنویسیدشون و با هم دیگه نظراتمون رو به اشتراک بذاریم اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید و امیدوارم که چنل من رو هم سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوی بعدی فعلا شما رو به خدا میسپارم خدافظی